یه موضوع هست که بعد اینا در نظر داشت که خوراکی هایی که قابل خوردن نیستن اینا در شبات مخصه هستن. مثلا بادمجان، بادمجان قابل خوردنه؟ نه، باید پخت. کدو قابل خوردنه؟ نه. سیب زمینی؟ نه. چغندر، شلغم، اینا قابل خوردن نیستن. اینا برای اینا حکم مکتر دارن که حرکت دادن اینها در شبات اصور حلو شبات حساب میشه. مثل اینکه پور رو نمیشه حرکت داد، این خوراکی ها هم که قابل خوردن نیستن نمیشه حرکت داد. همینطور انواع اقسام حبوبات، برنج، نخود، لوبیا، عدس، ماش، اینا، گندم، جو، اینا همه قابل خوردن نیستن. کی میره گندم خام بیاره بخوره؟ این همینطور عدس، ماش، اینا، نخود قابل خوردن نیست. برای این حکم مقتضی دارن و این موضوع، این ممکنه که در شبات یک مسئله ایجاد بشه که شاید خیلی نمیدونن که این مسئله است و قبل از شبات این مسئله حل کنن. چی؟ در کشو یخچال یا قفسه های یخچال انواع اقسام خوراک، میوه هست، خوراکی هست، سبزیجات هست. گاهی اوقات این خوراکی قابل خوردن مثل سیب زمینی، بادمجان، کدو، اینا جلوه قفسه هستن و خوراکی که ما لازم داریم، خیار، گوجه فرنگی، اون ته اون قفسه هستن، اون آخر قفسه هستن. بنابراین اگر ما میخواییم این خیار، گوجه فرنگی یا خوراکی دیگه بر بیاریم و اینا این خوراکی رو حرکت بدیم، اینم اصوره بعدی چی؟ نه، باید حرکت داد نمطور ببونه. بنابراین بعد شبات قبل شبات بشه خوب مراحضه کرد، خوب نظارت کرد که در این قفسه هایی که در یخچال، قفسه هایی که در یخچال خوراکی هست، خوراکی که قابل خوردن نیستن اونها بذاریم ته قفسه و خوراکی لازم داریم بذاریم جلوی قفسه که دیگه این لازم نباشه که ما این خوراکی قابل خوردن نیستن حرکت بدیم و حلو شبات پدیدار بشه. همینطور هم در کمد هایی که انواع اقسام خوراکی میذارن، مثلا کنسرو ترشی ها مثل خیار شور، زیتون، ساردین، تون، اینا همه چیزا، این هم امکان داره که جلو اینها برنج یا نخود یا لوبیا، عدس، ماش، اینجا قرار گرفته باشن و حرکت دادن اینا اصوره و میخواییم ما در بیاریم میتونیم بگه نه حرکت بدینم اصوره و همطور بعد بمونه و بعد وقتا انسان انقدر شایق و راغب خوردن مثلا زیتون یا خیارشوره که این دیگه نمیتونه بر غذیر خودش چیره بشه و اینا حرکت میده و این سوره ایده حلو شبات. برای بحثی همیشه در نظر داشت که این انواع خوراکی که قبل خوردن نیستن دم دست نباشن، اینا بذاریم اون آخر ته قفسه و همیشه خوراکی قبل خوردن جلو بشن تا موضوع حلو شبات پیش نیاد. و حالا اگر این اتفاق افتاد و این خوراکی قابل خوردن نیست جلوی جفته بود، این کاری که میشه کرد اینه که اگر خدمتکار غیر یهودی باشه خب بهش میگیم اینا در بیار. اگر چون گفتن به خدمتکار که حل شبات انجام بده، این میدربانان حرکت دادن مختلف میدربانان شبودش بود، دو تا دربانان برای میتوه، برای سعودای شبات این مجازه. یه را دیگه هم هست که ما با آرنج خودمون این خوراکی قابل خوردنی این کتکان بدیم، حرکت بدیم. یا رای دیگه هم هست که میتونیم با کاردی یا با چنگالی اینا را حرکت بدیم.
چرا جن خیما اینا حرکت برای چی بده حرکت میدیم؟ برای اینکه میخوایم به خوراکی برسیم. و چون هدف ما رسیدن به خوراکی، خوردن خوراکی در شبات به بیسفات، بنابراین حکر دادن این مکسه ها حتی انواع مکسه ها نه با دست خون بلکه با وسیله یک ابزاری مثل چنگال، کار، قاشق اینا میتونیم حرکت بدیم و برسیم به خوراکی مورد نظرمون. سلام برو.